صبحتان بخیر. شما بیننده ادامه برنامه صبح و زندگی از شبکه های آریانا و آریانا نیوز به طور زنده هستند و همچنان شنونده ما از طریق رادیو 93.5 آریانا FM و شما را خوش آمدید میگم به بخش صدای شما. امروز مشخصا در رابطه با موضوعات مرتبط با شهرداری کابل شما عزیزان میتونین تماس بگیرین، مشکلاتان با ما شریک بسازین تا مهمان ما آقای نعمت الله بارکزی سخنگوی شهرداری کابل که در برنامه با ما هستن به شما عزیزا پاسخ ارائه بکنن. و قبل از اینکه به طرف تماس ها بریم شما را خوش آمدید میگم. بارکزی صاحب صبحتان بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت تمام بینندگان عزیزتان و کسایی که صدای ما را از رادیو میشنوند. خوشحال هستم که یافتم تونستم در خدمتتون باشم. بسیار تشکر و من مطمئن هستم که مثل همیشه بازم شهرداری کابل کارها و فعالیت‌های داشته در هفته گذشته تا به حال. خوب است در ابتدا از شما معلومات مختصر داشته باشیم و پس از اون میریم به طرف تماس ها. خب من میرم خب کوتاه فقط بگم چون یک موضوع بسیار اساسی و کلی ما شما میدونیم که هفته هفته کتابخانی هست و به خاطر استقبال از این هفته و همچنان یک موضوعی که مرتبط به می هفته بود در پارک زرنگار یک نمایشگاه کتابخانی به خاطر یک هفته برگزار شده که بدون شک به همکاری شهرولی کابل و وزارت محترم اطلاعات فرهنگ این نمایشگاه برگزار شده و خواهش ما از مردمی است که به این موضوع بیشتر توجه بکنن، بیشتر این موضوع رو در محراب توجه خود قرار بدن و مسئله خواندن کتاب یک مبحث اساسی است که اون کتاب تجربیات گذشتگان است و ما میتونیم که از او درس بگیریم و استفاده بکنیم. در کنار این مورد سرک های کشورولی کابل کار سرشان آغاز کرده، از ما عمل به این طرف سرک های مختلف هستند که الحمدلله به شدت کار سرشان جریان داره و چندین سرک که خب قبل از شروع کار بعد مسئله استملاکشان تمام شده باید بین بردن موانع سر نام کار جریان داره، به شمول سرک باغ بالا بادام باغ، سرک از طرف قصبه میره طرف چهارراه شهید و سرک های دیگه که در شهر کابل ساخته میشن. با امید خدا پیش میریم ببینیم چی رقم میشه. بسیار خوب. و نگفته نمونه که چهارراهی 500 فامیلی و چهره جدیدش واقعا زیباست و مورد استقبال اکثریت مردم قرار گرفته و حتی در صفحات مجازی دست به دست شده و واقعا مردم حس خوب میکنن زمانی که متوجه میشن شهرشان در حال زیبا شدن و بهتر شدن است. خب بهتر است که ما هم با شهرداری کابل در بخش‌های مختلف و بخصوص در قسمت مراقبت و در قسمت نظافت شهر ما خیلی همکار باشیم و کوشش بکنیم که شهر ما را خود ما زیبا بسازیم با دستان خود. فعلا میریم به طرف تماس ها و ببینیم که اولین تماس از کدام هموطن ما است. بله سلام، صبح بخیر. بله سلام علیکم. سلام، خوب هستین؟ خوش آمدین. بخیر هستین. براسین میمان تر مسئول شنوالی کسنی؟ بله سر بفرمایید. امیر بگوین که این سرک و سرابات خواهیز پلان است تا دوی برسنکو جو شده از طرف برسنکو سنگ پر شده دیده باز دیده که حکومت تحقیق مانده ای امیر خواهیز پلان است یا نی؟ من موضوع را گرفتم، تشکر بسیار زیاد. من ده ها بار گفته این بازم تکرار میکنم این است که امو پروژه هایی که از طرف بانک جهانی در شهر کابل تمویل میشد، خصوصا پروژه هایی که زیر چتر KMDP یک نهاد بود که در شهرولی کابل فعالیت داشت و باز تکرار میکنم از طرف بانک جهانی تمام مصارفش تمویل میشد، بعد از تحول سیاسی کار اونا در حالت تعلیق است. یک موضوع است و بعضی پروژه دیگه هم که 11 پروژه است که خب شرکت ها قرارداد را در حکومت سابق بسته کرده بودند و قرارداد زمانی که پیش می رفتن متاسفانه مطابق به قرارداد پیش نرفتن و او هم تحت بررسی است. خب شرکت هایی بودند که در حکومت سابق قرارداد بسته کردند و مطلق کار خود دقیق انجام دادن و کارشان تصفیه شده و کارم تمام شده، اما اونا که تحت بررسی است تا آمدنی که امو حکم یا امو هدایت مشخص که باید چگونه پیش بره کارشان در حالت تعلیق هست. یعنی از این بابت متاسفانه ما نمیتونیم فعلا دسته او بزنیم یا کار او را پیش ببریم، اما با امیدوار هستیم که زودتر این موارد کلان سیاسی حل شود و تمام پروژه‌ای که از طرف بانک جهانی تمویل میشد کارش بر آغاز شود. یعنی دروازه همکاری را ما باز نگه داشتیم و نمیخوایم از طرف شهرولی کابل بسته شود. خیلی خوب. بازم شماره تماس برنامه را تکرار میکنم بیننده های عزیز 070-111-4090 همین لحظه فعال است و شما میتونین تماس بگیرین. لطفا موقعیت خوب را اختیار بکنین تا ما صدای شما عزیزا را بهتر در برنامه داشته باشیم. تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. سلام، خوب هستین؟ بخیر خیرم. تشکر. بله جمال میمانتون یک سوال داشتم. همی سر کارز قلعه شاده نایه شش همی سرک یکی از پول جمهوری تیر شده، همی سرک تیر میشه یا نمیشه؟ همی رو اگر پلات کنی جواب. سرک از کجا تیر شده؟ همی سر کارز همی ادامهش که همی پول جمهوری پیش می سرک قید شده نی؟ بله. بعضی هم میگه که بیادر تیر میشه، بعضی هم میگه تیر نمیشه. همی چی رقم است بیادر؟ تشکر. تشکر. ببینید در قسمت سرک سازی اساس ترین گپ هایی که وجود داره، من در برنامه های پیش هم گفتیم باز تکرار میکنم، این است که خب تا کجا پلان هسته
و زمانی که دیزاین سرک شروع میشه بعد از اون باز ما میتونیم که اون را به ساخت سرک را آغاز بکنیم. ساحه‌ای که اینا میگه مثلا نمونه شما میتونم در سرک اتصالی شرک امنیت لاقل زمان خانه بگویم، سرک آمده بود در مابین خانه ختم شده بود، بعد از اینکه دوباره پلان املاکی ساخته شد، مسیرش مشخص شد، خانه ها تخریب شد، پروسه استملاک تمام شد، بعد وصل شد. یا میتونم تو قصه باشه مون تا دنایک شما یاد میکنین، دنای 6 الحمدلله امسال پروژه های زیادی وجود داره، خصوصا پروژه های سرک سازی و خصوصا پروژه هایی که خب یک سرک بسیار مهم و اساسی از خود دالمان به طرف افشار میره و بسیار یک سرک مهم است، این شامل بر پلان است، شامل برنامه است و عملا کار سر جریان داره. بسیار خوب، تماس بعدی. بله سلام. بله سلام علیکم. علیکم سلام، خوب هستن؟ خوش آمدید. حتما جان جور، خیر خیر. تشکر، بخیر باشه. صدای تلویزیونتان لطفا کم بسازین. صدای تلویزیونم پخش است. من عبدالقادر هستم از میدان هوایی با تماس گرفتم. بفرمایید. هفته گذشته هم برتون زنگ زده بودم به خاطر همی فاضلا بخوره که مردم در کوچه اعلام میده بازو در روی سرک میره و سرک هم تخریب میکنه. در هفته گذشته و سرک هم کم پیر انداخت، دیگه نه پیر انداخت. حالا باز اونم خرک همو درک هست. فاضلا به کی راه میکنه برادرم؟ فاضلا به خانوالا اعلام میده. خیلی همی خانوالا مطمئن است میاد یک کوچه از خود بالاتر یا یک کوچه پایین تر است. شما اگه زحمت نمیشه آدرس دقیق بتین زمان شکایت بفرمایید. آدرس دقیق بارکزاد سرگو پیران برات دادم، میدان هوایی کوچه سرای. کوچه چی؟ سرای. کوچه سرای. کوچه سرای. ببینید قصه در اکثریت مناطق شهر کابل متاسفانه است اما جدی برخورد با واقع شده. نمونه شمی است که تمام فاضلاب هایی که به دریای کابل وصل شده بود مطلق بسته میشه، سروی جریان داره و امروز فردا کار تخریب پایپاشون آغاز میشه. ما گفتیم به خود مردم هم گفتیم هیچ کس اقدام نکرد، نه شهرواله اقدام کرد نه نه اقدام کرد. ما برتون تشریح میکنم برادر من قصه. به یک وضعیت بدی است. تشکر بسیار زیاد، من تشریح میکنم قصه برتون. ببینین امی مواردی که در شهر وجود داره و متاسفانه تخلف عام شده، یعنی که همگی فکر میکنن اگر من تشناب دارم خب طرف شب زمانی که باران میشه یک از فرصت دیگه استفاده کردم فاضلاب خود بعد در جوی رها بکنم. من باز تکرار میکنم مطمئن هستم این خانه‌ای که فاضلاب خود رها میکنن یا چهار خانه بالاتر شده کوچه دیگه قرار داره، از جنس این مردم از خودشان همونجا زندگی میکنن. خواهش من این است که در کنار کشورولی کابل کار جدی خود را آغاز میکنن، کار مردمیشه به اون شکل آغاز شوه. وکیلای گذر در این راستا بسیار بسیار زیاد یک مسئولیت کلان دارند. احیانا اگر کسی گپ وکیل گذر را گوش نمیتن میتونن به شهرولی مراجعه کنن. ما خود ندیم کدام وکیل گذر به شهرولی مراجعه کرده باشه و بر ما نشان داده باشه که برادر امی آدم را گفتیم، امی موضوع شهری، امی قسم میشه، با ما هم کار نکرد که باید ما وارد اقدام وارد به کار شویم. آدرس هایی که بر ما داده شده خصوصا نای 13 یک همکاری خوب با ما انجام دادن که چندین نفر حتی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدن، خصوصا تانکرهایی که خالی میکردن فاضلاب را. این ساحلی که اینا گفتن حتما گزارش مشخص میشه، حتما گزارش ناوکیل داره و حتما ما با اونا صحبت میکنیم که آیا این شکایت دروغ است یا اجرا نکردن وکیل گذر اونجا بسیار واضح است. از این دوستم هم خواهش میکنیم که با وکیل گذرتان در تماس شوین، از ما کرد و خانه ها بهتر بر شما مشخص است. هر چند تیم تکنیکی ما در صاحبه بسیار راحت میفتن بفهمه که این فاضلاب از کدام خانه آمده. ای کار اشتباه، خلاف اصول شهری است. هر کس که در شهر تشناب داره یا فاضلاب داره باید چای معیاری هم برش کشتای سیپتیک ما میگیم داشته باشه و او باید از طریق به ذریع تانکر خالی شد، نه که در جوی راهش بکنن یا در دریای کابل راهش بکنن. موضوع جدی است، ما درک میکنیم، اما گپی است که در کنار کار مردمی شهرولی کابل بدون شک اجرات خود را میکنه. اما اگر نه شما بگوین خیر است شهرولی کابل بیایه ببینه باز خودش، فکر کنید به شهر کابل بودن 1 میلیون خانه وجود داره، کنترلی غیر ممکن است. تمام کارهایی که در شهر وجود داره می فرهنگ شهرنشینی علتش همی است که ما در کنار همدیگه تمام عواملی که به زیر ساختهای شهر ضرر می رسانه ما بازدارنده باشیم. ما به عنوان یک همسایه، تو به عنوان یک همسایه، ما به عنوان یک شهروند حداقل برای یک نفر بگیم که این کار اشتباه است که فردا اگر شهرولی میای ذهن و آدم آماده باشه و او موردی که اشتباه کردن پس دوباره سرش تصحیح شود. اما اگر نه تنها ببینیم که خب هر وقت شهرولی آمد هر وقت گفت همسایشم خبر داره، احمد و محمود هم خبر داره و پس دوباره ضرر می فاضلا به کی میرسه؟ به ما و توی که اونجا زندگی میکنیم، به توی که همسایش هستی، طفلت مریض میشه، پشه پیدا میشه و داره یک مشکلات دیگه. یعنی هدف کلی ما است که یک کار عمومی کار داره، خصوصا وکلای گذر در این راستا مسئولیت بسیار جدی داره. واقعا پس خوب است که مردم هم با شهرداری کابل همکار باشن. و فعلا هم میریم به طرف تماس بعدی ببینیم که کدام عزیز روی خط هستن. بله سلام، صبح بخیر. سلام، صبح شما بخیر. بسیار تشکر که هستین، از کجا تماس گرفتید؟ صبح بخیر. قربانتان، زنده باشین. بخیر بفرمایید.
محترم از میمان شما آقای بارزای چهار سوال داشتم. بفرمایید. اول امی روز شنبه مادم مسجد سالشان شریف ولی رفتیم امی اوز خانهش با گونه کامل بند بود، حتی یک چانپا تقریبا ده سانتیار در روی تشنابا استاده بود. بله. جای ایت چمکان اوزو کردن نبود. هم مربوط آقای بارزای خود میشه، مربوط شروعه میشه یا مربوط کدام عنوان دیگه میشه؟ درست ادامه بده ادامهش. سوال دوم نایه همین سرک دیدانا و بدالما وصل میشه. بله. بسیار کارش به کندی پیش میره و بسیار خاکبات میباشه، همین مردم مطرح و برو مرور میکن، بسیار یک خاک میباشه. اگه این کارش باشه تا زمان که همین سرک تیر شود، یک اوکاش باشه که میره از اوکاشی کنه، همین خاکبات مانع و برو مرور مردم نشه دیگه. اگه این کارش باشه بخیر باشه دیگه. و سوال سیومی ما در قسمت کفایت مارکت که میتیر میشی بعض روزا یک قسم بوی میباشه، امی من میفهم که خود کفایت سنتر همی فاضلاب بشده اینجور اعلام میکنن یا از کدام جای دیگر میه، بسیار به حد اندازه یک بوی کثیف میباشه و بوش فهمیده میشه که امی بوی فاضلاب است که اینجور اعلام میکنن. مورد بعدی سه تا شده یا خوب یک پیشنهاد بله. سوال و مورد بعدیش این قسمت نایه هفت دیدان منطقه وکیل شرف سگای والگرد بسیار زیاد از این منطقه ما چند بار جمع‌آوری شدن واکسین شدن پس دوباره اعلام کردن و اینا سالانه شش میتن بیخی همین تفلک ها مکتب میره مدرسه میرن اینا را اذیت میکنن حتی شمکی که نوزه به نماز مردم سرکی به نماز رفتن نمیتونن بسیار به یک مشکل کلان مواجه است. تشکر بسیار زیاد. در قسمت اول مسئله مساجد شما یادآور شدین و یک نهاد کاملا جداگانه در راستا فعالیت میکنه، اما هیچ وقت شهرولی کابل به ایدید به مساجد ندیده. امی مشکل در خود پل خشتی هم مسجد پل خشتی هم وجود داشت که الحمدلله شهرولی کابل بدونی که فکر بکنه یک نهاد دیگه فعالیت میکنه او را رفع کردیم. این موضوع رو شما یادآور شدین، انشالله با مسئولین ناحیه در تماس میشیم که هر چیزی که هر امکانات در دست دارن استفاده بکنن و مسئله تشناب ها و مسئله دیگه شما یادآور شدین انشالله او رفع شه. هر چند باز تکرار میکنم مربوط یک وزارت جداگانه و نهاد جداگانه است، بعدم شهرولی کابل در این راستا چیزی که در دست داشته باشه رو دریغ نمیکنه. مسئله که نایه هفت شما یادآور شدین ببینین اون سرک کار امانه سر جریان داره که ما شما صحبت میکنیم. زمانی که سرک ساخته میشه اصلی‌ترین گف سب بیسش است که زیر ساخت سرک هست، بخواین نخواین زمانی که مواد آورده میشه باید در یک تایم مشخص فقط غلطک عبور بکنه سرو تا اینکه او با مو استانداردی که ما نیاز داریم که چقدر تن وزن را بتونه تحمل بکنه برسه. مسئله بعدی که سر سب بیس میای بیسکورس است، او هم یک نوع مواد خاص است که از کوه آورده میشه و دیگر مواد پودر سنگ با او یک جای میشه. البته سب بیس بیشتر از کوه آورده میشه، او یک جای میشه، او هم بمیشه که با توجه به قراردادی که از اگر 20 سانتی یا 30 سانتی باشه اینا به لایه های مختلف انداخته میشه و سر او غلطک میره تا زمان که هم به مو استاندارد برسن. بعد از او مسئله خود اسفالت وجود داره و این طرف در کنارش مسئله یک جوی هم است، یعنی اینا در کنار هم دیگه است و زمانی که یک جای به قرارداد داده میشه تایم برای او مشخص است. ما نمیتونیم برسان بگویم که خلاف و قرارداد پیش برن، مطابق با قرارداد ما با هم دیگه پیش میریم. مثلا سرک کوتل ده ما قرارداد چست و مطابق با قرارداد ما میبینیم که کمکاری صورت نگیره. یعنی ما خواهشمندی هستیم که حوصله‌مندی داشته باشن و یکی شما میگین دوج تانکر آب پاشی بکنه، او باز نسبت به استانداردهایی که مسلک ساخته میشه میتونه براش مشکل زا شوه، چون اونا زمانی که سب بیس را میدادن مشکل اساسی و کلان در بسیار از سرک ها که خب سب بیس و بیسکورس را میدادن و قیر نمیشه میاد که زمانی که آب میای با تایرا و مواد برداشته میشه میره و اون مشکل زا میتونه بر ما باشه. و مسئله کفایت شما یادآور شدین در سرک دارلمان، ایرم حتما مطابق با موضوعی که همشهری ما شما تماس گرفت پیش از اینا ایره بررسی میکنیم اونجا و اگر خود کفایت سنتر باشه خب سر یک برخورد جدی با اون انشالله صورت میگیره، او باید بررسی شوه، نمیتونیم پیش از کدام نتیجه گیری یا تصمیم بگیریم. و مسئله سگای ولگرد گفتین، دوست حتما نمبر شما رو یادداشت کرده با خود شما انشالله در تماس میشن و باز تکرار میکنم او سگ هایی که خشونت میکنه، او سگ هایی که واکسین نشدن مطلق جمع آوری میشه و اجازه نمیتیم که جمعیت به حدی برسه که مردم بعدشان به عذاب شوه. الحمدلله شکایت بی نهایت کم شده نسبت به تقریبا یک هفت هشت ماه پیشتر. در این راستا تیما کار خود را به شکل جدی پیش میبرن و این را باید بدانین موجودیت سگها در نواحی متفاوت در حدی که برای مردم مزاحمت نکنن مشکل خاصی وجود نداره، حتی میتونه با مو چرخه و سایکلی که وجود داره کمک بکنه. بسیار خوب، بازم فرصت داریم و تماس بعدی را پاسخ میتیم ببینیم که کدام هموطن ما است و از کجا تماس گرفتن. بله سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما همچنان بخیر. علیکم سلام، صبح شما هم بخیر باشه. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ ارمغان هستم، از فرمان به تماس شدیم. بسیار خوب، مهربانی. اول خواهد مهمان گرامیتان تشکری میکنم بابت اینکه پیادروا رو واقعا پاک کردن و دیگه دکاندارا چیزی رو در پیادروا نمیمانن. و دیگه شکایت ما از قسمت کرایه موتر بود، در وقتی که تیل قیمت بود کرایه موتر ها قیمت شد. و وقتی که تیل کدام مسیر رو مشخص کرایه... کدام مسیر رو شما میگیرین؟ کدام لاین را؟ امین لاین پغمان الا کمپانی، کمپانی الا پغمان. کرایش باز که میگه که تیل ارزان شده بخی هم رو آدم دوام میکنن. درست، تشکر. تشکر از اینکه میبینین کار ما رو خانه تان آباد. واقعا ما پلان رو ما از خود پغمان شروع کردیم، بازاری که وجود داره و اجازه نمیتیم که از پیاده رو به هر بهانه دیگه بند بکنه و انشالله از اون طرف با جدیت شروع میشه و به این طرف پیش میایه. و مسئله بعدی که وجود داره دیجا امی مسئله کرای موتر را گفتن، ما حتما با آقای احمدی صحبت میکنم و مشخصا به خاطر همین پرسان کنم در کدام لاین هست که با اونا هماهنگی داشته باشیم و اجازه نتیم که از مشکل ایجاد بکنه. بسیار خوب، خدا کنه که هموطن ما پاسخ خود را دریافت کرده باشن. و میریم به طرف آخرین تماس. بله سلام. سلام علیکم، چی حال داری سر؟ بخیر، حتماً سلامت باشی. امیدوار هستم شما هم خوب باشید. بفرمایید. تشکر از برنامه تان. من یکی از موسفیدهای بسیار صادق کابل هستم. ما در یک نقشه داود خان دیده بودیم که یک دو دانه تونل در زیر کوی تلویزیون به طرف چیز وصل شده، به طرف کارتیسی و کارتیچار. آیا این پروگرام ای برادر ما چیز دارند یا ندارند؟ نمیره یک معلومات میخواستم. ببخشی، خدا حافظ. تشکر بسیار زیاد. ولب گفته اگان تا داغ مارم تازه کردین. بدون شک او شهری که وقت سردار محمد داود خان یک ماستر پلان برش جور کرده بود، قطعا این شهر بی پلان امروز نبود که ما شما داود زندگی میکنیم. روی تپه ها و ساحات غصبی که ما شما بینیم یک خانه هم وجود نداشت و شهر به شکل پلانی داشت رشد میکرد و این مسئله میتونست بسیار زیبا باشه. اما امروزی که ما صحبت میکنیم بعد از اون تحولات سیاسی آمد و چندین نظام رفت آمد، این شهر تمام وزیر ساختهایی که نیاز بود که یک شهر پلان داشته باشه را از بین رفت و همین چیزی هم که ما شما داریم یک شهر بی پلانی که سعی میکنیم او را پلانی بسازیم هسته که در این راستا ساساکی و جایکا دو کمپانی بسیار کلان پلان سازی دنیا آمدن کار کردن و بعضی موارد تنظیم کردن. مشخصا در باره تونل هایی که شما گفتین فعلا زمینه همین کار وجود نداره که این کار صورت بگیره، چون در دو طرف جاهایی که این تونل میره اونجا ساحات بسیار زیادی غصب شده. ما تمام کوشش ما ای است که در قدم اول تمام ساحات غصب شده را بر اساس پلانی که اونجا سرک ساخته میشه از غصب آزاد بکنیم و بتونیم یک تصویر حساب کلی به خاطر شهر کابل داشته باشیم. فلهازا موضوع نمیتونیم بگیم قطعا امکان پذیر نیست، نمیشه و منتفی است، اما فعلا که ما شما صحبت میکنیم زمینش برابر نیست. بله، بسیار زیاد تشکر میکنم آقای بارکزی از حضور شما در برنامه و از صحبتهایتان که با ما و هموطنان ما شریک کردین و به مشکلات هموطنان ما پاسخ دادین. قربانتون بخیر. ممنون. از شما عزیزا هم قلبا سپاس که تا این لحظه با ما هستین. بخش کامنت ها یا نظریات رو فراموش نکنین که تا چند لحظه بعد بصیرت جان پیام شما عزیزا را مرور خواهد کرد. در حال حاضر هم نوبت رسیده بعد دیدن چند اعلان تجارتی.